اما بحران‌های محیط زیستی ایران تنها دامن منابع آبی رو نگرفته. طی روزهای گذشته 10 نفر از فعالان محیط زیست در استان کردستان بازداشت شدند. آخرین بازداشت‌ها دیشب صورت گرفت. فعالان سیاسی در منطقه میگن اداره اطلاعات سنندج بانی موج اخیر دستگیری‌ها بوده. ده‌ها فعال زیست محیطی در یک سال گذشته از طرف نهادهای مختلف امنیتی بازداشت شدند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. این یک آتش دیگر است که دامن نه طبیعت کردستان بلکه مدافعان آن را گرفته. تنها در 3 روز گذشته 10 نفر از فعالان محیط زیست کردستان بازداشت شدند. راشد منتظری، عیسی فیضی، حسین کمانگر، فرهاد محمدی، هادی کمانگر، رضا اسدی، فاضل قیتاسی، هدا کانی سوری، بارزان بابکری و آمانج قربانی که دیروز آنگونه که نزدیکانش گفتند با پارچه بر سر به زندان منتقل شد. موجی از دستگیری ها که برای علاقمندان به حفاظت از محیط زیست همانقدر ناراحت کننده است که یک معماست. واقعیتش اینه که منم مثل خیلی از فعالان محیط زیست سردرگم هستم، اما ما که ما میبینیم یک جریان وسیعیه که نیروهای اطلاعات و نیروهای سپاه ظاهرن هر جایی که کنشگری محیط زیسته، یک پروژه محیط زیست به صورت منسجم توسط بخش خصوصی یا مردم داره صورت میگیره، حساسیت روش هست و بعضن به اینجور در دستگیری های خشونتبار، بعضن به این احکام خیلی سنگین، فساد و فلعرض و اینها منجر میشه. خب واقعا سردرگم میشم. توی کردستان تنها ایده ای که به ذهن من میرسه اینه که به هر حال این بحث محیط زیست یک جایی است که تشکلی صورت میگیره، جوونا دور هم جمع میشن، هم فکری میکنن و خب در این شاید من تصور میکنم که این موضوع حالا حساسیت امنیتی ایجاد کرده. همین این بار کانون دستگیری ها کردستان بوده، مشخصا شهر کامیاران، هرچند تعدادی از دستگیر شدگان در بانه و سنندج هم بودند. اولین بار هم نیست که فعالان مدنی کردستان بازداشت میشوند و تنها کردستان هم نبوده که در نقاط دیگر هم بازداشت های صورت گرفته، از جمله بازداشت دست جمعی عده از فعالان محیط زیست در اطراف گناوه. و البته در تهران نیز پرونده 8 محیط زیستی ابعاد ملی و حتی جهانی پیدا کرده. 8 نفر که از سوی اطلاعات سپاه دستگیر شدند و نزدیک به 1 سال است در زندان با اتهام جاسوسی و افساد فلعرض روبرو هستند. گروه دوم، حتی یکی از آنها کاووس سید امامی، به شکل نامعلومی در زندان جان خود را از دست داد. نام امام زمان رو اما دستگیری 10 نفری محیط زیستی های کردستان در روزهای اخیر توسط وزارت اطلاعات که زیر مجموعه دولت حسن روحانی است انجام می شود. بعضی فعالان سیاسی معتقدند حکومت ایران کلاً از شکل‌گیری هر گونه حرکت جمعی مدنی در جایی مثل کردستان بیمناک. به نظر میسه در مورد بازداشت بچه‌ای که در کامیاران گرفته شدن که در کردستان در روزهای اخیر حداقل 3-4 گزینه میشه در واقع مطبوعانان گمانه مطرح کرد. اینکه این بچه‌ها احتمالاً به خاطر فعالیت زیست محیطیشون بازداشت شدن در ادامه اون برخوردی که با زیست محیط در ایران شده، یکی اینکه بخشی از سیستم امنیتی فکر میکنه همیشه اونایی که در ایران در کردستان فعالیت میکنن دارن کار پوششی میکنن، چه فعالیت محیط زیست باشن چه ادبی چه فرهنگی، انگار دارن برای حزب خاصی کار میکنن و عملاً به شکلی میخوان پوشش بدن این کارشون رو. بخشی این هست که احتمالاً این برخوردها در مشخصا در کامیاران به این برمیگرده. کامیاران بعد از اعدام فرزاد کمانگر و یارانش در یه فضای رفته بود که فعالیت درش کم شده بود، اما عملاً با بودن این بچهای محیط زیستی انگار دوباره جون گرفت در فعالیت مدنی و این انظر سیستمی که نمیخواد اونجا کاری انجام بشه موجب نگرانی شده. اینها از این نگرانن که عده دوباره اونجا جمع شدن دارن کار مدنی و صنفی میکنن. دلایل حکومت هر چه باشد، اما نگرانی علاقمندان به محیط زیست این است که این گونه برخوردها باعث دلسردی هر کسی میشود که میخواهد برای حفظ طبیعت زیر فشار ایران فعالیتی غیر دولتی داشته باشد، از جمع‌آوری زباله گرفته تا فرو نشاندن آتش جنگل‌ها، تا فرهنگسازی، تا اعتراض به فعالیت‌های بی‌رویه صنایع مخرب و آلاینده. دولت و حکومت ایران به تنهایی نتوانستند بحران‌های موجود در زمینه حفظ منابع طبیعی ایران را مهار کنند. اما حساسیت و برخورد با آنهایی که می‌کوشند سهمی در حفظ طبیعت ایران داشته باشند، بر نگرانی‌ها می‌افزاید. سیاوش اردلان، BBC.